یاران یاوران همیشه که کانال 13 سلام، خیلی مخلصین، عیدتون مبارک باشه. امیدوارم که بهترین اتفاقات توی سال جدید براتون رقم بخوره، یعنی هر چیزی که میخواید و بهش برسید و کلی عشق. اومدیم با اولین ویدیو سال 1403 و بررسی و آنالیز قسمت سوم سریال افعیه تهران. فقط قبلش یکم حمله بر خود ستاییمون نباشه رفقا، انصافا حال کردین؟ نه خدایی حال کردین؟ یعنی اگه شک کنید که من فیلم نامه خوندم حق دارین. یادتونه تو آنالیز قسمت قبل گفتم که افعیه تهران یه خانومه؟ رفقا تا حالا که دو قسمت از این سریال پخش شده، من فکر میکنم که قاتل سریالی همون افعیه تهران یک خانومه. این یکی از ویدیوهای قبلی بود که هنوز قسمت سوم پخش نشده بود. خیلیاتون تو کامنت گفته بودین که افعیه تهران پژمان جمشیدیه، اما دیگه تو این قسمت دیدیم که پیشبینی من درست در اومد. حالا یه دمت گرم تو کامنت ها بنویسید تا بریم سراغ ادامه ویدیو. ببینید رفقا، اینکه قاتل سریالی با مسموم کردن طعمه‌هاشو میکشه میتونه یه دلیل قوی برای زن بودن قاتل باشه، چون این قاتل مردای حوالی که مشکل جنسی داشتن و کودک آزاری میکردن میکشته، یعنی به احتمال زیاد خودشو طعمه جنسی اونها قرار میداده و بعد بایستم مسمومشون میکرده و میکشتشون. رو همین حساب بود که من تو ویدیو قبلی گفتم که قاتل یه زنه. اما یه تئوری دیگه هم داشتم تو ویدیو قبل که گفتم احتمالاً افعیه تهران خواهر آرمانه. یه سری از دوستان تو کامنت ها گفتن که آرمان تک فرزنده. رفقا درسته که آرمان به مژگان یا همون روانشناس یا مشاور گفته بود که من تک فرزندم، اما بازم امکان این که دروغ گفته باشه وجود داره. اما تو این قسمت میخوام تئوریمو قوی تر کنم. ببینید تو قسمت قبل وقتی که آرمان شاشو تو انباری محبوس شده بود، کار خرابی کرد و خودشو خیس کرده بود. تو همون قسمت یه دختر بچه‌ای رو می‌بینیم که وایساده با ناراحتی و آرمان نگاه می‌کنه. همونجا بهتون گفتم که این دختر بچه رو الکی به ما نشون نداده. این همون دختریه که تو نقد و بررسی قبلی گفتم که می‌تونه خواهر آرمان باشه. اما الان با درصد بالاتری میگم که اون دختر بچه هر کسی که هست همین خانم مریلا زارعی یا افعیه تهرانه. به خاطر اینکه اگه به سکانس پایانی قسمت سوم نگاه کنید، از نگاه افعیه تهران و آرمان مشخصه که همدیگه رو میشناسن. یعنی از نگاه مریلا زارعی میشه فهمید که آرمان رو میشناسه و حتی از حالت پریشون آرمان هم میشه متوجه این آشنایی شد. حالا اون دختر بچه یا همون افعیه تهران میتونه دختر خاله آرمان یا حتی همسایه آرمان بوده باشه و یا یه رابطه احساسی تو گذشته با آرمان داشته. من که هنوز فکر میکنم اون دختر هر کی که بوده آرمان رو دوست داشته و یکی از انگیزه های قاتل شدنش آزار و اذیتایی بوده که آرمان تو بچگیش دیده و این دخترم شاهد اون آزار و اذیت ها بوده. بگذریم. خلاصه که رفقا، همونطور که قبلا هم گفتم، اینکه پژمان جمشیدی و نوید محمدزاده به عنوان قاتل این سریال باشن از ذهنتون در بیارید. حالا اینکه خود آرمان میدونست افعیه تهران کیه، یعنی از قبل میشناخت افعیه تهران رو که همون دختر بچه است و به خاطر همین دنبال ساختن فیلمشه، یا نه کلن نمیدونسته و شوکه شده. به نظر من آرمان نمیدونسته، چون قسمت قبل دقیقا زمانی که پلیس با آرمان گفت افعیه تهران رو گرفتیم آرمان یه لبخندی زد، ولی اینجا زمانی که با مریلا زارعی چشم تو چشم شد پراش ریخت و یکم پریشون شد. اما بریم راجع به این قسمت صحبت کنیم و چیزایی که دستگیرمون شد. تو این سریال به خوبی کاراکترسازی شده و مخاطب میتونه شخصیت هر کاراکتر رو درک کنه. مثلا بابای آرمان یه آدم عجیب و غریب و خلافکار و احتمال زیاد زنباز بوده و از لحاظ روانم که خیلی نرمال نبوده. تو این قسمت دیدیم با اینکه با میل باطنی بچه‌شو برد رستوران، وقتی براش صورت حساب آوردن به آرمان گفت از در سمت چپ برو بیرون، منم میام، به خاطر اینکه فقط پول غذا رو بپیچونه. به یه سری از رفتارهای آرمان تو بزرگسالی دقت کنی، تأثیرات رفتار پدرش رو تو شخصیتش میبینی. حتی زمانی که پول بلیت تئاتر رو پس میگیره یا برای اشتراک مجله‌ای که داشت و براش نسخه چاپی نفرستادن زنگ زده بود به اون دفتر اوقاتی کرده بود، یا حتی از رفتارهای آرمان با پسرش که نمیتونه براش پدری کنه هم از رفتارهای خود بابای آرمان نشأت میگیره. حتی سکانسی که بابای آرمان میبرتش رستوران، زمانی که آرمان میگه بابا کی منو میبری پیش خودت، باباش بهش میگه که یه مدت پیش خالت بمون، من اوضاعمو درست کنم میام دنبالت. وقتی آرمان بهش میگه آخه کی اوضاع درست میشه، باباش بهش میگه بزودی. تو همین قسمت هم موقعی که آرمان برای پسرش بابک کتاب میخونه، بابک بهش میگه مامان کی میاد دنبالم، که آرمان همون دیالوگ باباشو میگه و بهش میگه بزودی، و همون لحظه فلش بک میزنه به اون شب رستوران که باباش بهش گفته بود بزودی. یعنی این سریال داره به این موضوع میپردازه که مشکلات رفتاری خیلی از آدمو برمیگرده به کودکیشون. هر چیزی که بلدن، هر چیزی که بلد نیستن، چه صحیح چه غلط رو ارتباط میده به کودکیشون. اول این قسمت هم دیدیم که مامان آرمان گذاشته رفته و زمانی که بابای آرمان زندان بود
بوده، پیش خالش زندگی میکرده. اما نکته اینجاست که آرمان برای مژگان یا همون خانم روانشناس تعریف کرد که مادرش برای اینکه آرمان باش آشتی کنه رفته بود شیرینی بخره که ماشین بهش میزنه و میمیره. پس احتمالاً تو گذشته مامان آرمان یه دوره خونه رو ترک میکنه و میره و وقتی که برمیگرده این اتفاق میفته و تصادف میکنه و میمیره. آرمان تو رابطه با زنش هم دچار مشکل میشه و ازش جدا میشه، ولی خیلی ریز به خیانت الهه به آرمان اشاره شد. البته این اشاره میتونه به دلیل خیانت الهه نباشه و فقط شکاک بودن آرمانو داره نشون میده. دقیقاً اون سکانسی که آرمان با زن سابقش یعنی الهه توی تاکسیه و نامزد الهه بهش زنگ میزنه. دقت کرده باشین، هم اسم بچه‌شون بابکه، هم نامزد جدید الهه اسمش بابکه. آرمان وقتی که از الهه میپرسه که اسم بابک رو من انتخاب کردم یا تو، الهه منظورش رو میفهمه و کیف بابک رو میکوبه روی پای آرمان و از تاکسی پیادش میکنه. منظور آرمان این بود که نکنه تو از قدیم بابک رو دوست داشتی و به خاطر اونی که اسم بچه‌مون رو گذاشتی بابک. رفقا، احتمالاً آرمان یه مریضی هم داشته باشه به خاطر همونی که تاکید داره که فیلمشو تا 50 سالگی بسازه. یه مریضی مشابه آلزایمری چیزی. به خاطر اینکه به خانم مشاور گفته بود که من فکر می‌کنم به زودی همه چیز یادم میره و برای اون موفقیت احتمالی خیلی وقت ندارم. بگذاریم، خلاصه که راجع به تئوریای افعی تهران گفتم و اینکه افعی تهران چه ارتباطی با آرمان میتونه داشته باشه رو هم حد زدم. از اینجا به بعد انتقادایی به خود سریال دارم که نظر شخصی منه، یعنی درست یا غلط هر چیزی که به نظرم هست و میگم. شما هم نظرتون رو در این باره توی کامنت ها به ما بگید. سریال افعی تهران تا اینجای کار ریتم کندی داشته و تو همین سه قسمت اول حس آب بستن تو فیلمو به من مخاطب میده. تو همین قسمت سوم وقتی آرمان از طریق خواهر زن سابقش یه داروفروش تو ناصرخسرو رو پیدا میکنه که بره برای مامان شهریار دارو بگیره، یه بخش زیادی از این قسمت رو به این موضوع اختصاص دادن. درسته که دارن قیمت بالای دارو و مسئله قاچاق دارو رو نشون میدن، ولی میتونستن کوتاه‌تر نشون بدن. قشنگ معلومه که کارگردان این قسمت شیلنگ به دست این کارو جمع کرده. یا برای اینکه حساسیت بابک یعنی نامزد جدید الهه رو نشون بدم که آدم شکاک و حساسیه، تو تاکسی چند دقیقه از سریال صرف این دیالوگو شده بود که فقط ما متوجه بشیم که شوهر جدید الهه آدم حساس یا شکاکیه. و نهایتاً چیزی که از این چند دقیقه دستگیرمون میشد این بود که گویا آرمان هنوز یه احساساتی به الهه داره، ولی الهه کلن آرمان براش تموم شده است، در حدی که بهش میگه بیا با هم بریم آینه شمدون عروسیمو بخریم، یا حتی زمانی که برای دارو بهش پول قرض میده میگه با کادوی عروسیم بهم برگردون. یعنی کاملا الهه مثل یک غریبه با آرمان برخورد میکنه و حس خاصی بهش نداره. خلاصه که ریتم سریال کنده و بدتر از اون اندینگ یا پایان بندی هر قسمت هم افتضاحه. البته قسمت سوم که مریلا زارعی یا همون افعی تهران نشون داد بد نبود، اما سریال تو دو قسمت اول یه جوری تموم میشه که اصلا مخاطبو ترغیب نمیکنه برای قسمت بعد. اصولا سریال جوری باید ساخته بشه که مخاطب منتظر قسمت بعدی باشه و این آتشو معمولا با سکانس‌های پایانی برای مخاطب درست میکنه. خلاصه که این سریال نقاط قوتی داره، اما از لحاظ فیلمنامه تا حالا جوری نبوده که مخاطب منتظر قسمت بعدی باشه. همونطوری هم که تو ویدیو قبلی گفتم، به نظر میاد مسئله قاتل سریالی و افعی تهران مسئله اصلی این فیلمنامه نباشه و بیشتر این سریال به موضوعات اجتماعی پرداخته باشه، از روابط بین پدر و مادر با بچه‌هاشون تا تاثیر اونها توی بزرگسالیشون. و یه بخش دیگه‌ای هم درباره باندبازی تو سینما حرف دل سینماگرا رو داره میزنه، که یکی مثل آرمان که سالهاست آرزوی داشتن یه فیلم درست حسابی رو داره، به خاطر نداشتن پول و ارتباطات درست حسابی نمیتونه بسازه، اما یه جوون یه فیلم درپیت میسازه که بازم آرمان به خاطر نداشتن پول مجبور میشه که به عنوان منتقد و تحلیلگر بره از اون فیلم آبدوخیاری تعریف الکی بکنه. خب رفقا، به نظرتون تا اینجای کار افعی تهران چطور بوده؟ شما از 1 تا 10 به افعی تهران چه نمره‌ای میدین؟ حتما برامون کامنت کنید و برای اینکه از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید. مرسی که ویدیو رو لایک میکنید. پس تا یه ویدیو دیگه از کانال 13 مراقب زیباییتون باشید و خدا نگهدار.